قدام خدای یکتای بی همتا. در سرای سوره اسراء و وجوب اطاعت از اوامر اولوالامر. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام و مسجد الاقصا برد. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدای بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او درود، رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. اما بعد، خداوند متعال پیامبران خود را با فرستادن معجزات تایید نموده است و یکی از این معجزات معجزه اسراء و معراج پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد، طوری که خداوند متعال می فرماید: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک و منزه است کسی که بنده اش را شبی از مسجد الحرام و مسجد الأقصى که گرد و گرد اش را برکت داده این بود تا برخی از آیات خود را به او بنمایانیم، بیگمان اوست که شنوای بیناست. و کسی که پیرامون این معجزه الهی فکر کند، در میابد که این معجزه درس‌ها و اندرزهای زیادی با خود حمل می‌کند. برخی این اندرزها بیان قدرت مطلق خداوند متعال می‌باشد، چون اراده خداوند متعال تابع قوانین اسباب نیست، طوری که می‌فرماید: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جز این نیست که فرمان او چون چیزی را اراده کند، این است که به آن میگوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. و برخی دیگر این اندرزها: آسانی پس از دشواری و گشادگی پس از شدت. چون پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم انواع اذیت و مشکلات را از سوی مشرکان در راه رساندن رسالت الهی متحمل شد، برای تکریم و تأیید او معجزه اسراء و معراج رخ داد تا الگویی از گشایشی پس از شدت بوده باشد، طوری که خداوند متعال می فرماید: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. پس مسلماً با هر دشواری آسانی است، مسلماً با هر دشواری آسانی است. و برخی دیگری آن: بزرگی جایگاه عبودیت و بندگی خداوند متعال، طوری که خداوند می فرماید: فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. آنگاه الله آنچه را باید وحی میکرد به بنده اش وحی نمود. پس بنده خداوند بودن عزت، شرافت و تکریم است و هدف نهایی خداوند از خلقش و رسالت همه پیامبرانش هم همین است. و برخی دیگری آن: بیان جایگاه مسجد الاقصا. چون اسراء پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به سوی آن بود و از آنجا معراج او به سوی آسمان ها آغاز شد و آن یعنی مسجد الاقصا نخستین قبله مسلمانان و سیوم حرمین است. از خداوند متعال می خواهیم تا مجاهدین اطراف آن را ثابت قدم بدارد و آن را به صورت زیبا و درست به مسلمانان برگرداند. و برخی دیگری آن: عظمت جایگاه نماز بیان فضیلت و ویژگی های آن است. شبی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسراء و معراج برده شد، در نهایت به سدرة المنتهى رسید و آن در آسمان ششم قرار دارد، پس برایش سه چیز داده شد: نمازهای پنجگانه، اواخر سوره بقره و مغفرت شخصی از امتش که بدونش شرک آوردن به خداوند بمیرد. و برخی دیگری این اندرزها: بیان رابطه مشترک میان ادیان. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید پیامبران الهی برادران علاتی هستند، مادرشان مختلف و دینشان یکی است و همه پیامبران در شب اسراء و معراج با هم جمع شدند و با امامت پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نماز ادا کردند و او را خوش آمدید گفتند و برای او دعای خیر کردند. و برخی دیگری آن: تمسک به اسباب است. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به بیت المقدس رسید، براق خود را بسته نمود، طوری که می فرماید: پس آن را با همان حلقه‌ای بستن بودند که پیامبران بسته می‌کردند. و برخی دیگری آن: فرق کسانی که ایمان صادق واقعی دارند از کسانی که چنین نیستند. پس وقتی به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفته شد آیا باور داری که صاحبت گمان می‌کند شبی تا بیت المقدس برده شده است، فرمود آیا چنین گفته است؟ گفتند بله.
فرمود اگر چنین گفته باشد حتما راست گفته است. گفتند آیا تصدیق میکنی که او در یک شب تا بیت المقدس رفته و پیش از آن که صبح شود دوباره برگشته است؟ فرمود بله، حتی در دورتر از آن تصدیقش میکنم. درباره خبر آسمان که در یک شب رفت و برگشته نیز تصدیقش میکنم. اینجا بود که بنام صدیق معروف شد. برادران مسلمان، همچنان که سوره اسراء درباره این سفر مبارک سخن گفته، همچنین پیرامون نیکی ها با پدر و مادر نیز سخن گفته است. خداوند متعال می فرماید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، و پروردگارت چنین مقرر داشته است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. و خداوند متعال مادر را به طور ویژه مورد ازدیاد اهتمام و اولویت قرار داده است، چون مشکلات بیشتری از مراحل حمل، شیردهی و تربیت را متحمل می شود. طوری که خداوند متعال می فرماید و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا على وهن، و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد. و زمانی که مردی از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید چه کسی سزاوار نیک صحبتی من است؟ فرمود مادرت. گفت سپس چه کسی؟ گفت مادرت. گفت باز چه کسی؟ فرمود مادرت. گفت باز چه کسی؟ فرمود پدرت. و شریعت مقدس اسلام نیکی با مادر را از مهمترین اسباب خوشنودی خداوند متعال قرار داده است. مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و اجازه اشتراک در جهاد را خواست. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسید آیا مادر زنده است؟ گفت بله. فرمود برو با او نیکی کن. زمانی که خیلی برای اشتراک در جهاد اصرار ورزید، برایش فرمود وای بر تو، به پای مادرت بیفت، بهشت در آنجاست. و نیکی با مادر توسط تعظیم، احترام و خدمت او و خوشحال ساختن او متحقق می‌گردد. و نیکی با مادر پس از وفاتش نیز توسط دعا و استغفار برای او و دادن صدقه سوی او و نیکی با اهل و اقربای او ادامه می‌یابد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید بهترین نیکی این است که شخصی با دوستان پدرش ارتباط داشته باشد. و در پایان بر ما واجب بودن اطاعت ولی امر و نائب او در نهادهای ملی و دولتی هر یکی در بخش تخصصشان تاکید میکنیم، چون اهل ذکر و دانش متخصصینی مجال کارشان میباشند. و از همین جاست که نباید بر نهادهای دولتی در مجال تخصصشان تهمت زده شود یا بی توجهی صورت گیرد. وزارت اوقاف از رفتن به پشت صفحات اجتماعی و سایت‌های مغرض مشکوک هشدار میدهد و تأکید میکند که نباید هیچ گونه اوامر یا راهنمایی در امور عمومی مردم از غیر سایت های رسمی نهادهای دولتی هر یک در بخش تخصص و عمل مربوطشان گرفته شود. بار خدایا ما را بر دین خود استوار بگردان، پدران و مادران ما را همراه مصر و همه کشورهای اسلامی حفظ کن.